از که خیلی میگم خدمت تکلیف شما عزیزان، خوشحالم که دوباره در میان شما هستم، دلتنگ و مشتاق ملاقات. وقتی برگشتم به هر حال بود، اما خاص خیلی خوشحالم امروز که فرصت دارم با شما عزیزان باشم و با قول من هر وقت نکردیم یه مقدار از این آفتاب اینجا استفاده بکنیم. یه چند روزی هم که نبودم اصالت داشتم، اگه ببینید در لاغر شدم بد نبود، ولی خب الان با قوت خداوند هستم اینجا. خدا رو شکر برای ایزانی که اولین بار در میان ما هستن و به طور خاص برای گنا جان که بالاخره بعد از مدت ها دعا رسید. اگه نمی آمدید مجبور بودیم اینو بفرستیم به ایران، یه دعای خیر بعد دقش میگردیم فرستادیمش بیاد. و خدا رو شکر که هستید که دار هم باشید به نام مسیح تا با آسمان. عزیزانی هستن که امروز اولین بار در میان ما هستن یا من اولین بار میبینم اشون، چون تو چند هفته گذشته خیلی خوش آمده، چند هفته گذشته به هر حال عزیزان زیاد آمده بودن و من تشریف هم داشتن. گود، اگر یادتون باشه داشتیم در کتاب یعقوب مرور میکردیم در باره اینکه به خداوند نزدیک بشید تا او به شما نزدیک بشه. آمین. آمین. به خدا نزدیک بشید. وقتی راجع به خدا صحبت کردیم، صحبت از خدای تثلیث، راجع به پدر و پسر و روح القدس، چون کلام خدا میگه ما شبیه خدا هستیم. اگه شبیه خدا هستیم، هم یه بوده شبیه پدره، یه بوده شبیه مسیحه و یه بوده شبیه روح القدسه. پس اگر بخوایم نزدیک بشیم و این نزدیکی هم دلیل رابطه و هم دلیل شباهته، نزدیک شدن در واقع دو تا معنی برای ما داره. چگونه من بیشتر شبیه پدر بشم، شبیه عیسی مسیح و شبیه روح القدس، و چطور نزدیک و نزدیکتر در رابطه با خدای قادر مطلق باشم. آمین. صحبت کردیم راجع به اینکه همه جنگ‌ها جنگ‌های گرم نیست، یک سری جنگ‌ها جنگ‌های سرده، و امروز میخوام یک مقدار راجع به یک لول جدیدی از جنگ‌های روحانی با شما صحبت کنم و کم کم این موضوع جنگ‌های روحانی رو جمع و جورش بکنم، چون که علارغم اینکه جنگ‌های روحانی رو به نوعی میشناسیم، اسلحه‌های جنگ‌های روحانی رو میشناسیم، اما یه جاهایی هم هست که خلل‌های تو زندگی جنگ‌های روحانی ما هست که علارغم اینکه خوب نیستیم، با ایمان نیستیم، احساس می‌کنیم که باز هنوز جاهایی ضعف داریم. چرا جنگ‌های روحانی؟ کلام خدا راجع به جنگ‌های زیادی صحبت می‌کنه. در کلام خدا در یک کتابی هست به نام کتاب جنگ‌های خدا که به طور خاص از نظر تاریخی جنگ‌هایی که قوم اسرائیل کرد و جنگ‌هایی که خدا در این قوم در حال همراهی قوم بود و پیروزی‌هایی که داشت و حتی شکست‌هایی که داشتن، همه اجازه داد تا نوشته بشه که درس عبرتی برای قوم خدا کنند، چگونه پیروز میشن و جاهایی که خودشون وارد جنگ میشن و در واقع بی حکمتی میکنن چگونه شکست میخورن. اما باید بگیم چرا جنگ‌های روحانی؟ چرا نه؟ چون وقتی تو تصمیم میگیری به عنوان یک ایماندار زندگی کنی، در واقع شخصی هستی. پس اگه شخص روحانی هستی، جنگت هم جنگ روحانیه. انسانی و آدم‌های جسمانی جنگ‌هاشون هم جسمانیه، آدم‌های نفسانی هم جنگشون نفسانیه. یعنی کسی که بخواد روحانی زندگی کنه طبیعتاً جنگش روحانی خواهد بود. به همین دلیل کلام خدا میگه جنگ ما با انسان‌ها نیست. ما منظورش کیه؟ راجع به ایمانداران صحبت می‌کنه، راجع به مردم دنیا، راجع به افراد نفسانی، راجع به افراد جسمانی هم صحبت نمی‌کنه، راجع به کلیسا صحبت می‌کنه، راجع به ایماندارا صحبت می‌کنه، راجع به شخص عادل صحبت می‌کنه، راجع به این صحبت می‌کنه. یه عزیزان، جنگ ما جنگ انسانی نیست، چون ما انسانی نیستیم، ما ایمان داریم به خدای زنده با دل مطلق. آمین. پس اگر جنگ مگر ما فرزندان خدا ایمانداران هستیم، در واقع زندگی روحانی می‌خوایم داشته باشیم، پس جنگی که بر علیه ماست جنگ روحانیه. و با تداوم قرنتیان راجع به این صحبت می‌کنه، پولس میگه اصل جنگ ما انسانی نیست بلکه روحانی است که قادر است به فرو ریختن قلب‌ها. یعنی چی؟ یعنی که اگر تو تصمیم گرفتی زندگی روحانی داشته باشی، اگر تصمیم گرفتی فرزند خدا باشی، اگر به عیسی مسیح ایمان آوردی، توی زندگی روحانی، سر کار، دانشگاه، تحصیل، اقامت، زندگی، خانواده، هر چی که هست، اینو بدون که وقتی مورد حمله قرار بگیری، چیزی مخالف تو هست و ضد ایمان تو هست، ضد باورهای تو هست، جنگی ایجاد میشه، شروع نکن جسمانی جواب داده. میخوام در واقع این رو به شما بگم. مثل این میمونه که در واقع یه هواپیما خیلی پیشرفته در آسمان داره میاد برای بمبارون و شما یه لگه کفش بردارید بخواید این رو بزنیدش،
همه نگاه میکنه میگه چیکار میکنی؟ میگه میخوام اینو بزنمش. میگه عزیز من با دینی کفش تو نمیتونی این هواپیما رو بزنی، درسته؟ باید برای این زدن این هواپیمایی اسلحه مخصوص داشته باشی و تو نمیتونی با سنگ و تیر کمون به هر حال یه هواپیما رو بزنی، باید اسلحه مخصوصش داشته باشی. به هم دلیل داره میگه بابا این طریقی که داره جنگ میکنی جنگ انسانیه، جنگ لنگی کفش با هواپیماست. تو اگر میخوای در واقع این هواپیما رو بزنی که بالای سرت رو در واقع بر ضد تو ایستاده و میخواد بمبار میکنه، باید اسلحه رو عوض کنی. آمین. و کلام خدا راجع به این صحبت میکنه، جنگ ما انسانی نیست بلکه روحانیه. پس اگه جنگ روحانیه باید سلاحات روحانی باشه، باید جنگ روحانی باشه، تاکتیکات روحانی باشه، ایمانت روحانی باشه، روشات روحانی باشه، عملکردت روحانی باشه و تمام نقشه هایی که میخوای بکشی برای جنگ باید روحانی باشه. آمین. پس برگردیم راجع به این صحبت کنیم که من چگونه میتونم یه مبارز خوب و موفق باشم، من چگونه باید تا چه نوع تاکتیکایی رو باید استفاده بکنم. میگه برادر من اسلحه جنگ روحانی رو استفاده میکنم اما هیچ اتفاقی نمیفته. میگم چه کار میکنم؟ میگه اسلحه جنگ روحانی رو هر روز برمیدارم. میگم خب برام توضیح بده چه کار میکنی؟ توی این سفری که رفته بودم برای خدمت شخص اومد و برادر من موعظه شما رو گوش کردم راجع جنگ های روحانی گوش کردم راجع اسلحه روحانی گوش کردم. گفتم خب گفت هر روز اسلحه روحانی رو برمیدارم. گفتم چه کار میکنم؟ گفت که بزنم بلند میشم میگم خداوند سپرم رو برمیدارم، اینم رو برمیدارم، اینم رو برمیدارم. میگم خب بعدش؟ میگه خب این چی؟ ولی وقتی دعا میکنم چی نمیشه؟ گفتم حالا چی بشه؟ تو باید بفهمی اصلا چی یا چطور کاربرد داره، باید بدونی چطور استفادهش بکنی. فقط اینکه بدونی ما چند تا اسلحه جنگ روحانی داریم کافی نیست. به همین دلیل امروز میخوام راجع به این صحبت کنم که چگونه اسلحه‌های ما کاربرد داره و چگونه در واقع میتونه مؤثر واقع بشه. امروز میخوام راجع به تاکتیک‌های مبارزه بر علیه شیطان و ارواح پلید یا دیوها رو با شما در میون بذارم. پس به همین دلیل ما باید با تاکتیک‌های خوب آشنا بشیم. کلام خدا میگه از مکرهای او بیخبر. واژه مکرهایی که در افسسیان راجع به صحبت میکنه اصل واژه‌اش راجع به متدهاش، تاکتیک‌هاش، روش‌هاش، مکرهاش، فریب‌هاش، روش‌هاش، از اینها بی‌خبر نباشید. و امروز می‌خوام یه مقدار راجع به طرز مبارزه با این دشمن ما که به نام عیسی مسیح شکست خورده. آمین. کلام خدا میگه شکست خورده. پس اگر شکست خورده و دوباره برای ما ایستاده، اینو فراموش نکن. دشمنی که یک بار از یک چیز شکست می‌خوره، نشون دهنده ای که در اون قسمت ضعف داشت. و کلام خدا میگه مسیح او را شکست داد. آمین. حالا سوال اینه، اگر من میخوام شکستش بدم باید چیکار کنم؟ از همون روشی که عیسی شکستش را استفاده کنم. آمین. از همون روش. پس به همین دلیل میخوام یه مقدار راجع به اون روش هایی که در واقع خود مسیح باهاش روبرو شد و شیطان شکست داد و خادمین خدا و قوم خدا اینا رو شکست دادن با هم مرور بکنیم. اولین تاکتیکی که در واقع ما باید داشته باشیم در جنگ‌های روحانی اینه که زیاد در واقع اینه که دشمن رو خوب بشناسیم. اگه ما به دنبال پیروزی هستیم باید حریفمون رو خوب بشناسیم. شناخت در جنگ خیلی مهمه. توی جنگ ما چند چیز رو خیلی خوب بدونیم. یک، قوت خودت و ضعف خودت. دو، قوت دشمن و ضعف دشمن. از قوت به ضعفش بزن. بعدا میرسن. چون که شیطان از قوتش به ضعف تو میزنه. پس اگر قوت خودم بشناسم و ضعفم رو بپوشونم، اما نه هیچ راهی برای حمله شیطان در زندگی من باقی نمیمونه. آمین. پس میخوام این مقدار راجع به این قوت هایی که باید بشناسیم از خودمون و شناختی که از ضعفمون هست و برعکس قوت دشمن ضعف دشمن رو خوب بشناسیم. پس اولین چیز که دشمنمون رو خوب بشناسیم. معمولا من برای شناخت 4 نفر دعا میکنم. تو تمامی سالهای زندگی اینو یاد گرفتم که برای این 4 نفر و شناخت این 4 نفر رو یاد دعا کنم. اول از همه میگم خداوند چشمان دل من رو باز کن تا تو رو خوب بشناسم و زندگی با تو خوب لذت ببرم و بتونم در رابطه با تو عمیق و عمیق‌تر رابطه داشته باشم. اگه من خدا رو بشناسم، کلام خدا میگه
به خدا نزدیک بشید، ابلیس از شما دور خواهد شد. آمین. خیلی از ما تو جنگ های روحانی شکست می‌خوریم چون که خدا رو خوب نمی‌شناسیم. این یکی از ضعف‌های ماست که دقیقاً می‌زنه من اونجا. حالا بهش می‌رسم. دقیقاً هم اونجایی می‌زنه که ما خدا رو نمی‌شناسیم. دوم چیزی که دعا می‌کنم خداوند چشمای دل منو باز کن تا خودم رو خیلی خوب بشناسم که در فروتنی اطاعت از کلام تو واقعی بمونم. تو کلام خدا میگه از خدا اطاعت کنید، ابلیس از شما دور خواهد شد. اگر من مطیع خدا باشم، شما مطیع خدا باشین بدون اینکه سر صدا بکنید، خیلی آرام کلام خدا میگه شیطان دور خواهد شد. آمین. پس خیلی خوبه که ما دشمنمون رو به نوعی بشناسیم. سوم کسی رو که میخوام بشناسم میگم خداوند به من فیض عطا کن تا مردمی رو که در واقع کنار من گذاشته رو بشناسم، تا بتونم اونها رو خدمت موثر، خدمتی که تو میخوای بکنم. چون بعض مواقع اگر خادم خدا یا ما به عنوان ایماندار ندونیم که خدا چی از ما میخواد، شروع به خدمتهایی میکنیم که اراده خدا نیست، شروع به کارهایی میکنیم که اراده خدا نیست و محبتهایی رو میکنیم که خود محبت مشکل نیست، اما محبت بدون حکمت عین حماقته و باها زندگی ما بوده. محبت کردیم، نتیجه معکوس گرفتیم. خدای چرا؟ من محبت کردم، چرا؟ دستمو کردم تو اثر کردم تو دهن طرف، بازم گرفت، چرا؟ محبت بدون حکمت. میگن یه بار یک شخصی سر راه میشینه برای گدایی و یه نفر رد میشه و میگه که آقا میشه به من حالا 5 دلار یا 5 یورو یا 5 پوند فرق نمی‌کنه به من بدی، 10 تا به من بدی یا 50 تا به من بدی؟ شخص میره یه اون برمیگرده میگه که خدا به من گفته که محبت کن، اگه کسی از تو چیزی خواست نگو که برو و بهش بگو که برو خدا بده. اینو آیه نمی‌شناسی دیگه نه؟ میگه کسی از شما کمک خواست بهش نگی خدا میده، بهش کمک کنید. اینم شخص میگه یا اون یا آیه یادش میاد که خدا میگه که بهش کمک کنید، نگو که خدا میده، خدا بهت بده. برمیگرده و بهش 50 تا میده. فرداش که برمیگرده میبینه که اونجایی که در واقع این شخص دیده بود یه چیز سیاه زده که فلانی مرده. بعد نگاه میکنه عکسش رو میبینه که فوت کرده. یه نفر اونجا ایستاده داره گریه و زاری میکنه کنار این بخور من رو این داستانهای و میگه چی شده؟ میگه نمیدونم کدام آدم خدا نشناسی به بابای من پول داده. بعد میگه مگه چطور شده؟ میگه این دکتر بهش گفت اگه یه بار دیگه هروئین مصرف کنی تو میمیری و این آخرین باری بود که هروئین مصرف کردم مرد. کدام آدم خدا نشناسی به پدر من پول داده؟ جالبه، ما فکر کنم خدا رو میشناسیم و داریم کار خوب انجام میدیم، اما دقیقا داریم کاری رو میکنیم که خدا نمیخواد. و خیلی از زندگی های ما اینطوریه که طریقهای ما طریقهایی نیست که فکر میکنیم از خدا، چون خدا رو خوب نمیشناسیم. شاول فکر میکرد که در واقع داره کار خوب انجام میده. خدا بهش گفته بود تو پادشاهی، اقتدار داری، رئیس این کشور هستی، من گذاشتم، خیلی چیزا داری در اقتدار تو، اما یه چیزهای کار تو نیست. و در واقع شاول شروع کرد کار خوب کردن. میگه تمام چیزایی که غنیمت میگیره رو هیچ کدومش بر نداره بیا. میره گوسنده چاقو چلاشو برمیداره میاره. خدا بهش میگه برای چی آوردی؟ خدا برای قربانی آوردم، خوبه. خدا میگه از تو اطاعت میخوام، نه قربانی. خیلی از ما دنبال کار خوب هستیم. میدونی چرا؟ چون از فرهنگ مذهب اومدیم. فرهنگ مذهب بخاطر اسلام نیستم. آدم میتونه بی خدا باشه ولی مذهبی هم باشه. میگه چطوری؟ مگه میشه آدم باید مذهبی باشه که در واقع یک کار مذهبی انجام بده؟ نه، آدم های زیادی هستن. بهشون میگه که آقا خدا رو قبول، آقا خدا کیلو چنده، ول کن بابا. میگه پس چی؟ آدم باش، انسان. دیدی آدم های اینطوری؟ آدم باش، انسان باش، انسانیت. میگه خب خدا رو شکر چیه؟ خب از کجا میفهمی؟ میگه کار خوب باکن، کار خوب. میبینی خدا قبول ندارم و دنبال کار خوبه. کسی که دعای فقط دنبال کار خوبه میشه مذهبی. چون مذهب میگه کار خوب با خدا بی خدا. کسی که دنبال فقط کار خوبه بهش میگن مذهبی. پس متوجه شدی منظورم چیه؟ خب آیا خدا مخالف کار خوبه؟ نه، بین کار خوب
و اراده نیکو و پسندیده خدا ما اون رو انتخاب کنیم. آمین. اراده خدا چیه؟ نه کار خوب. به همین دلیل ما کار خوب میکنیم نتیجه نمیگیریم. دسته با اثر میره اما قطع شده برمیگرده. چرا؟ کار خوب فقط کردیم. اما اگر بدونیم که خدا از تو چی میخواد، مطمئنا دسته که میره همون تنف شیری میکنه، هم دست سالم برمیگرده. آمین. پس به خاطر همین حواسمون باشه وقتی میخوایم اراده خدا رو انجام بدیم، خدایا تو چی میخوای؟ و این امکان پذیر نیست مگه اینکه خدا رو بشناس. آمین. پس به همین دلیل در واقع دعای سوم من اینه که خداوند رو به من کمک و مردم رو خوب بشناسم تا اونها رو همونطوری خدمت کنم که تو اگر بودی خدمت میکردی. آمین. مسیح یه جایی به بعضی بله میگو، به یه جایی هم نمیگو. بارها شما تصور بکنید این شخص پولدار میاد توی کلیسا، میلیونه، یه دفعه نمیدونم رئیس این شرکت فلان، رئیس بنزی، نمیدونم پورشه، یه جایی یه دفعه بیاد از شما هم برخو بشناسیده، چه اینجا اعلان کنن که امروز یه مهمان خیلی عزیز داریم و فلانی رئیس شرکت فلان، همه یا حواس بنز میکنن یا قسطی گرفتن میکنن یا در واقع تقاضا میکنن یا ماشینشون خرابه، همه برها ما کافیه با یه شهادتی هم بده که بگه چی؟ من از طریق دادن خدا برکتم داده. همه هم میگن ما میخواییم خدا بیشتر تو رو برکت بده، لطفا به ما بده. درسته؟ مطمئنه اون روز برای جلسه که اصلا سراغ من نمیگم چیگه اولی کسی از صف میگیرم برای اون موشه هست. خب کارت رد به در میکنم، تلفن رد به در میکنم، بعد فرا چیز دیگه من یه رویایی دیدم، سوار یه بنز بودم، پس شما خدا فرستاد که من یه دفعه رویاها میام، یه دفعه نبوت ها میاد، یه دفعه آیات معجزات میاد. این چیزا تو کلیساها زیاده، همه ما هم خیلی خوب میدونیم. من مخالف رویاها نیستم، مخالف نبوت ها نیستم، اما به هر حال چیزهای انسانی هم بسیار زیاده. از کجا میتونیم بفهمیم؟ مسیح دیگه درخت رو از میوه‌اش بشناسیم، از نتیجهش میفهمیم. نتیجه کاری که خدا میخواد با نتیجه کار خوبی که ما میکنیم زمین تا آسمون فرق میکنه. آمین. پس سومین دعا اینه، چهارمین دعا اینه که خداوندا چشمان منو باز کن تا از مرگهای ابلیس بیخبر نباشم، چرا که میدونم آنچه که تو به عنوان برکت به من میدی و اراده نیکوی تو برای من هست، شیطان چشم دیدنشو نداره. دائم هم تو شیر قرآن یا میاد که بدره یا مثل دوز میاد که بدوزه. پس خداوند به من حکمت بده تا از مرگهای ابلیس بیخبر نباشم. آمین. باشه دعای شما این دور باشه توی زندگیتون که این چهار نفر رو خیلی خوب بشناسید. پس به همین دلیل وقتی ما دشمنمون رو خیلی خوب بشناسیم، کمک میکنه که در واقع طریقهای جنگهای روحانیمون هم به نوعی بفهمیم. پس اگر قرار مبارزه خیلی خوبی باشیم، باید از شاگردهای دشمنمون ابلیس به نوعی با خبر باشیم. دومین نکته که در جنگهای روحانی خیلی خوب دقت بکنید اینه که به شیطان نقطه ضعف نشون ندید. کلا نقطه ضعف اون نقاطیه که ما در اون قسمت ضعف داریم، اون قسمت‌هایی که ما نسبت بهش حساسیم، شکننده‌ایم، آسیب پذیریم، درد پذیریم، فشار پذیریم، هر گونه فشار، هر گونه درد، هر گونه زخم، هر گونه آسیب، هر گونه حرف، هر گونه چیز ما را اذیت می‌کنه و شیطان در واقع کافیه این قسمت‌های ضعف ما رو بشناسه. شما چهار تا دوست هستید، پنج تا دوست بودید، شاید یه مقدار گذشته تر، سنهای یه مقدار گذشته تر نگاه میکنید، دوستا کم هستن، شروع میکنن همدیگر دست انداختن. دقت کردی وقتی یک نفر یه نفر دست میدازه از کجا دست میدازه؟ نقاط ضعفش. دیدی اسمایی که میذارن رو همدیگه، نمیدونم اصغر فلانی، نمیدونم اکبر فلانی، نمیدونم این از کجا میذارن؟ از روی ضعفش. و خیلی متأسفانه تو فرهنگ ما خیلی زیاده مسخره و مسخره کردن، دائم دیگران دست انداختن، برای دیگران حرف در آوردن، از بالا و پایین شستن و گفتن و این خلاف کلام خداست. حواسمون باشه شروع به مسخره نکنیم، چون که مسخره کردن دیوار پوششی حفاظتی خدا رو از تو برمی‌داره. چند تا چیز هست که بارها گفتم ازش دوری بکنیم. یک، مسخره کردن. چرا که تابلوی نقاشی وقتی مسخره میکنی نقاشش داره مسخره میکنه و خیلی از ما تو فرهنگی هستیم که دائم دست انداختن و مسخره کردن و به قول معروف سر کار گذاشتن یه نفر استادیم.
به همین دلیل زندگی هم ما زندگی روحانی مون زندگی مسخره است و زندگی شخصی مون هم مسخره است. و وقتی شروع به مسخره میکنیم در واقع به خدا بی حرمتی میکنیم و دست خدا از زندگی ما برمی‌داریم. و اگر میتونیم توبه کنیم به نام ایسای مسیح، کی کوتاه کی بلند، کی چاقه کی لاغره، کی سفید کی سیاه، کی لکنت زبان داره، چه هر چیزی، حواسمون باشه صنعت دست خداست. با خدا در نیفت، با خدا در نیفت. شوخی هم نمی کنی کلام خدا. میگه در مجلس مسخره کنندگان نشین، ننشین، خودت مسخره نکن. یعنی چی؟ دوری بکن ازش. میگه شخص حکیم از این چیزا دوری میکنه. پس حواسمون باشه که توی این قسمت ها و توی تجربیات وارد نشین. پس حواسمون باشه به شیطان نقطه ضعف ندیم یا به قول کلام بهش مجال ندیم. افسسیان 4:27 میگه به شیطان مجال، به شیطان فرصت، به شیطان ردپا، به شیطان زیرپایی، به شیطان کولی، به شیطان سواری. ندارم نه یه حوشتر هم میشه خیلی میدیه نه به شیطان مجال آمین ندیم. بقول مردم میگه اگر اونم خالیه و هیچ کس نمیاد میگه به شیطان اتاق خالی کرایه و یوحنا 10:10 هم میدونید که آیه معروف دزد نمیاد مگر اینکه بکشد به دزد حلال کنند و نابود کنند. پس حواستون باشه شیطان فقط از طریق نقاط ضعف ما هر جایی که تو حساسی بهت حمله میکنه، بهش میرسن. هر جایی که تو حساسی، در هر کشتی، در هر مبارزه، در هر جدایی، در هر کاراته، در هر مبارزه رسمی، حریف فقط دنبال اینه نقطه ضعف تو رو بدونه، توی ضربه اول ناپاک بکنه. اما به نام عیسی مسیح فیض خدا ما رو کافی است. قوت او در ضعف ما نمایان شد. آمین. اون چیزی که برای تو ضعفه قوت خدا میاد و ما رو میپوشونه. سومین تاکتیکی که باید رعایت کنیم شیطان زیاد بزرگش نکنیم. یعنی چی؟ یعنی خیلی جلالش ندیم. شیطان به اندازه کافی خودش داشت بزرگ میکنه دیگه، ما لطفا اضافه بر سازمان رو بزرگش نکنیم. یعنی راجبی زیاد حرف نزنیم. بعضی موقع زیاد میشنوم، درسته من راجب جنگ روحانی صحبت میکنم، اما راجب پیروزی های جنگ روحانی صحبت میکنم، راجب اون که در مسیح چی هستی نمی صحبت میکنیم. اما حواسمون باشه بعضی موقع اینقدر به شیطان صحبت میکنیم که فلانی شیطان میذاره بخوابه، داشتم آب میخوردم یه دفعه پنج تو گلو شیطان تو گلو خواست خفم کنه، داشتم نون میخوردم یه دفعه چی تو گلو گیر کرد احساس کردم شیطان داره فلان میکنه، داشتم راه میرفتم شیطان بلند ها نمیدونم نمیذاره شب بخوابم، برم کنال شیر قرآن در به در نشسته منتظر منو ببره، نمیدونم شیطان پربندم رو گرفته نمیذاره قاضی بیا سراغش، نمیدونم شیطان فلان، همه شما چه به شیطان. اوکی کلام خدا میگه هست، اما این دشمن شکست خورده است. اینقدر بزرگیش نکنیم. بعضی آقا متاسفانه ما اینقدر درگیر به قول معروف اسم شیطان میشیم که دیگه مسیح و کار مسیح روی صلیب برای ما کوچک میشه. در اعداد 13:33 اومده میگه موسی 12 نفر رو از 12 قبیله فرستاد برای شناسایی کنعان. میگه وقتی برگشتن عده‌ایشون گفتن جباران بنی عناق را دیدیم که پسران اولاد جباران هم و ما در نظر خود مثل ملخ بودیم و اونها ما را مثل ملخ میدیدن. وقتی تو خودت کوچیک میبینی نقطه ضعف من و اینه شیطان ما را کوچیک میبینه و داره از طریق کوچک کردن، حقیر کردن، خار کردن، بی‌مصرف کردن من و تو رو میزنن. چقدر ما توی زندگی ایمانی دائم توی حمله هستیم، تو هیچی نیستی، تو به درد نمیخوری، تو فکر کسی ایمانه اصلا خدا تو رو خواهد دوست نداره، اصلا به فکر تو نیست، اصلا دعای تو رو نمیشنوه، نگاه کن چقدر برد میاری، نگاه کن چقدر بز میاری، نگاه کن چقدر همه چی خرابه، نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، دائم و دائم و دائم و دائم.
اگر خودت کوچیک بشه و بشماری تمام زندگی تو برای تغییر میکنن. آره خوش نمیذاره که بیفته. حواسمون باشه به شیطان مجال ندیم. وقتی طریق در واقع ما حقیر باشیم بهش فرصت ندیم. معمولا افرادی هستن که کار شیطان و اطرافیان براشون خیلی مهم. فلانی چی بود؟ مامانم چی بود؟ خالم چی بود؟ فلانی اخکم؟ فلانی با فیتو؟ فلانی تکم؟ فلانی الکم؟ فلانی محل نداشت؟ فلانی سلام نگرد؟ جواب سر نداد؟ فلانی به جا نداد؟ فلانی من جا رو؟ بابا تمام زندگی داره دنبال این هستی که چطور میدونه دیگه هی فلانی میفرسته جلو فلانی لاتر خرف میدنه فلانی میزن رو سره اونم میدونه در این طوره دیگه زیاد توجه نما کم محلی ما میدونیم توی جنگ های روحانی یه چیز خیلی مهمه کم محلی به شیطان تا این میخوایی یه نفر کوچیکش کنیم به نام مسیح نکنید خب نمیخوام یادتون بدن ولی میخوام تو زندگی جسمانیمون ببینیم و بعد تو زندگی روحانی یه چیزی رو که دقت بکنید اینه اگه یه نفر رو کم محلی بکنید فکر نمیکنید بدترین تنبیه میگه برش کم محلی تیزتر از شمشیر است بعضی آدم ها فرش شدن بده کیف بکنه فکر کنید میشه عرضش دارید باشو درگیر اصلا یک کاری بکنه که باشو درگیر بشه دوست دارم به کم محلی بعد کاری دو کم محلی شد عصبی میشه بقوله که خودمون میگه تو عددی نیستی نمره ای نیستی تو به بقوله دوستان میگه کم محلیش توی ایران صحبت میکردن بگو بعد محمد شیطان به ما میگه زیرو 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 ببخشید من نفهمیدم چی گفت یعنی چی؟ گفت معنی میدید برده آقا شما خیلی وقت میرید تو مثلا به یاری یه فران یاری زیروه یعنی گفتم یعنی چی؟ گفت صفره یه ارزشه وقتی میخوام بگم یه خب بلش کن بی خاصیتی بشم یه یاری زیروه گفتم خوب رو من یاد داده در حال من بلد نبودم زیرو یعنی چی؟ یعنی صفره دیگه فران عدد نیست صفره و باشه به نام مسیح شیطان تو زندگی ما زیرو باشه آمین و صفر باشه عمرمون رو تلف نکنیم با افراد شریر و ارواح شریر و با شیطان حتی راجع به چیزهای موفقیت‌آمیز بود میگه یه بار مسیح 70 نفر رو فرستاد دو به دو میگه رفتن و برگشتن گفتن که خداوند به نام تو دیوها رو بیرون کردیم شاد بودن نه؟ آمین که به نام مسیح ما هم وقتی بیرون میکنیم شاد بشیم آمین؟ اما مسیح میگه بیرون زیاد خوشحال نشدیم زیاد درگیر شیطان نشد حتی بیرون زیاد شد میگه کاری نیست شما از این بعد چیزی بزرگتر خواهش بگید این معمولیه شما وقتی رستوران ما به اصطلاحی داریم میگه سالادشه شما میگی؟ وقتی شما میگه یه رستوران اینجا یه اول چیزی که برات بیارن سالاد یعنی همه غذای اصلیش هم نیست دیگه در واقع این پیش غذا شد دیگه میگه دیو بیرون کردن دیو این پیش غذای در واقع پادشاهی خداست آمین تو پادشاهی خدا چیزای بزرگتر وجود داره دنبال اونها باشه خود رو درگیر این سالاده نکنید که سیر بشید غذاهای بزرگتر و قشنگتر و خوشمزه‌تر میرسه آمین پس میگه به من ایمان داشته کار بزرگتر از این انجام خواهید آمین یعقوب 4:7 میگه که از خدا اطاعت کنید ابلیس از شما دور خواهد شد خواهد میگه فقط اطاعت از خدا از تو دور میشه اگر خود حمله بکنید چقدر بیشتر میگن یه بار یه معلم خانشادی به بچه ها میگه بچه ها امروز میخوایم به تو نیم ساعت وقت بدم و میخوام یه کاغذ به شما بدم که دو طرف سفیده یه صفحه راجع به عیسی مسیح بنویس یه صفحه راجع به شیطان بنویس بعد نیم ساعت وقت بده شروع میکنم بچه ها نوشتن نیم ساعت تموم شد یه برگاه رو بگیرید بالا هم برگاه رو میگیرم بالا میگه بچه همون داره نویسه
بعد به این بالاش هم بنویسید که عیسی اومد شما بنویسید شیطان. بعد یه فیلمش میده وقت تموم شد یه زن دیگه میگه وقت تموم شد یه زن دیگه بیا از نگاه میکنه میگه اینکه فقط راجع به عیسی نوشتی. میگه آخه نیم ساعت خیلی کمه برای عیسی، به شیطان هیچ وقت نرسید. بعض موقع اینقدر ما راجع به عیسی اگه فکر بکنیم یه وقتی برای شیطان باقی نمونه. آمین. بس بیا تمام افکار اونا روی خود خدا و شخصیت خدا انجام بدیم. وقتی خدا رو بیشتر بشناسیم عمل اطاعت از خدا در واقع مقابله و جنگ با ابلیس. آمین. شیطان مثل این سگ هاریه که در واقع اگر فرار بکنی میدازه دنباله، اما اگه بیستی مجبوره یا بیسته یا اون فرار بکنه. چهارمین چیزی که خوبه راجبش صحبت کنم و تقریبا پیغام رو جمع جورش کنم، ما برایش میذارم امید خدا توی جلسات آینده راجبش صحبت خواهم کرد، اینه که از شیطان نترسیم. کلام خدا به ما میگه هیچ تجربه ای موفق از ظرفیت شما بر شما وارد نمیشه. آمین. و همه چیزها با هم به خیریت ما تمام، حتی جنگ روحانی، و خدا بر همه چیز حاکمه. حتی ماجرای ایوب با تمام فشارها خدا گفت که دست به جانش اجازه و همه چیز در کنترله، و کلام خدا میگه او سلطنت میکنه و بر همه چیز حاکمه. و کلام خدا میگه که هیچ چیزی خارج از انتخاب خدا و خارج از نقشه خدا اجازه نیست بر زندگی ما بیاد، فقط زمانی که ما درست عمل کنیم. و خدا از ما این انتظار رو داره که در همچین مواقعی درست عمل کنیم. پس اگر در واقع همه چیز تحت کنترل خداست، خدا از اینها به خیریت ما میخواد استفاده کنه. حتی اگر اجازه داد عیسی مسیح با ابلیس روبرو بشه، به خیریت نه فقط خود پسرش عیسی مسیح بود، به خیریت تمامی جهان بود. باید رو بودست زیاد دقل کنم. اوکی. در تصدیه باب 20 آیه 1 و 2 میگه ارتش یا لشکر سربازانی که من دارم، اول شرطی که باید داشته باشن اینه که نباید بترسن. خدا دنبال جنگجویان شجاع است. کسی که میترسه، میدونی که در روانشناسی ترس مستیه. کسی که میترسه ترس انتقال میده، مثل عسل، مثل خمیازه است. کنار آدمای ترسو نشین، البته تو کنار آدم هپروتی هم نشین، توی بعد موقع اولی به کله میکنی. و چیزی که خیلی مهمه اینه که ترس رو به خودمون راه ندیم. بارها به عنوان شخصی که توی خدمت اخراج ارواح بودم، شده بود اول که این خدمت رو شروع میکردم با من کیسه سنگین میافتاد میترسیدم. خب رک بگم میترسیدم و حتی تو چهرم دیده میشد، چون که نمیخواه حدیث رو کنم من در بیارم با من اینطور، چون که یه دفعه شخص شروع میکرد باشه خفه کردن. خب تو میگه اوالی یه بقیه سرش بیاره به یقه من رو میگیرم. حالا تو حساب کن تو همچین مواقع میخواه جنگ روحانی هم بکنیم، میخواه دیگه هم بیرون بکنیم و ساده این سنده یک کیسه فقط ساده شد، یا یه آدم اون پیکر برمار به بیان بخواد به تو حمله بکنه و ساده نیست. ولی یه چیزی که خدا به هم یاد داد گفت خدا فقط دلوال ما آگاه هست. همین اینه میدونیم کلام خدا میگه فقط خدا دلوال ما آگاه هست. گفت در تمام ترس ها ترس یه چی طبیعی هست، اما حواست باشه هر وقت ترسیدی، چه دشمن، چه اداره، چه جا، چه در واقع دوستی، چه شیطان، ترس رو نشون نده و با چهره مطمئن بیست. و باور کنید جاهایی بوده ترسیدم ولی با چهره مطمئن دیدم جواب داد، که فقط خدا دلبر میدونست و محکم میکنم. من نداشتم دشمن بفهمم که من توی وضعیت دارم میترسم. نشون نده، نگران،
چون که ترس هم به اینو ضعفیه که کلام خدا میگه فیض و من کافی است، چون که قوت و حتی در ترس من هم امین در ترس من هم نمایان خواهد شد. در داوران باب آخر آیه 3 زمانی که جدیون خواست به جنگ بره، جالبه که میگه 32,000 نفر جمع شدن. خدا گفت که اولین گروه کسایی که میترسن برن بخونه. جالب به شما بگم، آماری که میخوام به شما بدم اینه، 22,000 نفر رفتن خونه. 1,000 نفر موندن. خب 10,000 ببخشید، 10,000 نفر موندن. سپاس بذارم، 10,000 نفر موندن. خدا اومد اونا رو یه امتحان کرد و بعد 970 نفرش رفتن، 300 نفر موندن. خدا رو بالا با این 300 نفر شما رو پیروز میکنم و پیروزم کرد. خدا دنبال کمیت نیست، دنبال کیفیت هست. کلام خدا به ما میگه که حواستون باشه. چرا ترسی؟ چون که رابطه مستقیمی بین ترس و ایمان هست. زمانی که در واقع ایمان میاد پایین، نشوندنه که ترس رفته بالا. زمانی که ایمان میره بالا، ترس میاد پایین. و توی زندگی ما پر از ترس های مختلفه. ترس از گذشته، همه ما یه گذشته ایم داریم. ترس از رو هم داریم، نگران رو داریم. ترس از تنهایی، ترس از پیری، ترس از در واقع تنها ماندن، ترس از جدایی، ترس از مریضی، ترس از ورشکستگی، ترس از بیکاری، ترس از همه چی. و کلام خدا 365 بار میگه نترس. در واقع اینا تقویم سالانه رو داره رقم میزنه، چون که میدونه ما انسانی که هر روز میترسیم. اولین چیزی که امروز باز میکنی تقویم رو نگاه میکنی، اولین جمله خدا به تو میگه نترس. فردا نترس، پس فردا نترس، چرا که من خدای تو زنده هستم. من تو رو نجات ندادم، به حال خودت فکر کنم، به فکر تو هستم، به فکر تو آینده تو هستم. اگه گذشته تو رو حل کردم، پس به فکر آینده تو نیز هستم. آمین. بیم با من یک چیز دیگه راجع به ترس به شما بگم. ترس یک کم ایمانیه، و اگر شدتش خیلی زیاد بشه یک کم ایمانی نزدیک میره به ایمانی. شاگردان در قایق بودن، طوفانی اومد و اتفاقی که افتاد چی بود؟ خداوند بیدار شد. میخوام یه درسی از این بگم و جمع با بنده کنم. مسیح بهشون میگه این کم ایمان. بابا ما ترسیدیم، آدمی میگه کم ایمان. زمانی در زندگی ما ترس میاد که احساس میکنیم که خداوند یا خواب یا نیستش. زمانهایی که حضور خدا رو خیلی قوی تو زندگیمون احساس میکنیم، احساس میکنیم در اوج قدرت و اعتماد ایستادیم. اما کلام خدا میگه که زمانی که تو خوابی، خدای اسرائیل بیداره و از تو محافظت میکنه. چه تو بخوابی چه نخوابی، احتیاج به حمایت او داری. باشه که به نام عیسی مسیح، عیسی که در زندگی ما خواب نیست، او بیداره، زنده است، بر حیطه قدرت ایستاده و سر خلق و عمل میکنه و هیچ چیز خارج از اراده او در زندگی ما اتفاق نمیفته و همه چیز با هم به خیریت ما تمام خواهد شد. میخوام
ببندم تا جلسات آینده بیشتر راجع به قسمت‌های دیگه شناخت تاکتیک‌های دشمن با هم مرور خواهیم کرد. خدا را شکر به نام مسیح که تو نه فقط پیروزی رو به ما هدیه دادی، بلکه خدا را اجازه دادی خودمون پیروزی رو تجربه کنیم. خداوند چرا که پیروزی رو از تو گرفتن یه لذت داره، خودمون پیروزی رو تجربه کنیم یه لذت دیگه داره. و خدا را تو نخواستی که این لذت رو از ما دریغ بکنی، گفتی تو نیز تجربه کن، تو نیز فرمان بده و تو نیز ببین که چگونه به اشاره انگشت تو ابلیس از تو دور خواهد شد. تو زیرو نیستی، تو حقیر نیستی، نترس. من یهوه خدای اسرائیل، خدای قادر مطلق با تو هستم، تو رو تنها نمیذارم، با تو هستم و کنار تو خواهم بود. به من نزدیک شد، از من دور نشد، زیر سایه من قرار بگیر در امنیت های من. اگر 10,000 نفر به دست راست تو و 100,000 نفر به دست چپ تو، در تاونی که در شب و وایی که در روز میخرامد بر تو آسیبی نخواهد است. فرشتگان خدا هم خواهم فرمود که زیر پاهای تو رو گرفته مبادا پای تو به سنگی بخواهد. چرا که من تو رو همچون مردمی که چشم خود دوستم و کف دستهای خود رو داشته و تو رو محافظت میکنم. تو فرزند محبوب من هستی. به خود نگاه نکن، به من نگاه کن. در تو چیز نیکوی یافت نمیشه، اما در من هر چیز نیکو در تو جمع میشه. افکار من برای افکار سلامتی نبدی. خدا را شکر گذاریم که با تمام ضعف‌هامون ما رو فرزندی قبول کردیم. اگه شاید هر کس ما رو میخواست به فرزندی قبول کنه، یک شرط هایی میذاشت و اولین شرط این بود که آبروی اون رو نبریم. اما خدا بندا باید تو تو رو بیار و برمی کنی باز تو ما رو پدر هستی. باشه خدا بندا 7 برابر آنچه که تو رو بیار من کردیم تو رو جواب میده. باشه بزاری به نام عیسی مسیح. آمین.